شهر رمضان صلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي امید و آرزوی خیل انبیا مهدی یگان مصلح عالم اگرچه جای تو خالیست بین منتظران اگرچه جای تو خالیست بین منتظران پرست محفلشان از صدای یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی مولا جان آقای عالم اگر که دیده ما نیست لایق دیدار چه می شود
چه می شود تو نگاهی به ما کنی مهدی، چه می شود تو نگاهی به ما کنی مهدی، برون مای تو آقا جان، برون مای تو باید گرفت سر روی دست، قسم به روی خداییت رون ما مهدی، یا مهدی یا مهدی. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم کل فدا، و عجل الله تعالی لک الفرج. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام، و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن الحسن، و به جمال طفل ماه پاره سید الشهدا حضرت علی اصغر علیه السلام صلوات بفرستید. و اما بحثی که امسال در نظر گرفته شده به محضر دوستان عرض بداریم، با عنوانی که ملاحظه می فرمایید، هر روز با یکی از تحفه های آسمانی، مبنای ما بر روی آیات شریفه قرآن است، و منظور من از این تیتر و این عنوان این مطلبه، یعنی بحثم درباره این مطلبه. از اونجایی که غالب مؤمنین و مؤمنات توفیق دارن در ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن داشته باشن، یعنی از اول تا آخر قرآن را هر روز یک جزءش رو تلاوت کنند، من تصمیم بر این مطلب گرفتم. با اینکه واقعا کاریست بسیار مشکل از نظر انتخاب، ولی تصمیم بر این مطلب گرفتم که هر روز، روز اول جزء اول، روز دوم جزء دوم، الی آخر تا 30 جزء قرآن، هر روز مهمترین مطالب اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی که در اون یک جزء قرآنی که افراد تلاوت میکنن هست رو، حالا بعضیش رو به صورت فهرستوار و اشاره، بعضیش رو یه مقدار مفصلتر دربارش صحبت کنم، به خاطر اینکه اون شیعه ای از مولا که در اون روز جزئی از قرآن رو تلاوت کرده یا تلاوت میکند بداند که امروز با چه مطالبی سر و کار داشته، خداوند چه تذکراتی در این یک جزء از قرآن به او میخواسته بدهد. عرض کردم قرآن تمامش مطالبش مهم، نقطه قرآن دریایی است،
در حد منم نیست صحبت کردن، ولی به هر حال اونم عرض کنم در حد سلیقه خودم. اجتماع ما الان به چه چیزهایی بیشتر احتیاج داره که روش صحبت بشه، تذکر داده شود؟ اون نکات رو برداشت کردم. ممکنه به نظر کس دیگری مطالب مهم دیگری باشد که از قلم و از زبان و از فکر ما دور مانده، از دید ما دور مانده و چه بسا دور نمانده. بنابراین که وقت من بسیار محدود برای این کار، مجبورم فقط به همین صورتی که حالا عرض خواهم داشت اگر توفیق و حیاتی باشد، مطالبی رو خدمت دوستان عرضه بداریم. اما این که این عنوان کلمه تحفه، آقایون مستحضر هستند، تحفه به معنای هدیه است، اما هدیه چون هم کلمه هدیه عربیه هم کلمه تحفه عربیه، اما تحفه هدیه ای را میگویند بسیار ارزشمند و کم نظیر و منحصر به فرد. لذا ما این کلام را انتخاب کردیم. در بین همه سخنان، در بین همه هدیه ها، چه چیزی بالاتر از قرآن؟ تو کلام هایی که میشه به انسان به دیگران هدیه بده، که جزء چیزایی که ما میتونیم هدیه بدیم به دیگران، کلام زیباست. کلامی زیباتر از قرآن، مهمتر از قرآن، مفیدتر از قرآن نبوده است. لذا خداوند بالاترین چیزش را به ما هدیه کرده. تو کلمات، تو جملات قرآن را هدیه کرده. علم اولین و آخرین را درش نهاده است. البته با وجود اهل البیت علیهم السلام که باید قرآن کنار اهل بیت باشد تا ارزش داشته باشد، وگرنه اگر بنا باشد این گوهر دست در دست گوهری یعنی جواهر شناس نباشد، وقت ارزشی که باید داشته باشه و مردم ازش بهره ببرن خواه نخواه نخواهند برد. عرض کردم کلمه تحفه برای یه چیز خیلی ارزشمند و منحصر به فرد ذکر میشه این کلمه. روز اول جلسه است، عرض کردیم توسل ما به ذیل عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها است، جلسه مختص به ایشون هست. جالب اینجاست در زیارت حضرت زهرا انشالله مشرف میشید مدینه، در قسمت دوم زیارت ما درود میفرستیم به اون بزرگوار، به پدرشون و اهل بیت پیغمبر، و بعد به طور خاص با جملاتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها. جمله چنینه، این قسمت زیارت با این جمله شروع میشه: اللهم صل علی محمد و اهل بیته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و صل علی البتول الطاهره، خدای درود بفرست بر حضرت فاطمه، اون کسی که بتول بودند، حالا با معانی که دارد، طاهره بودند تا میرسه به اینجا، و تحفت خصصت بها وصیه، خدای حضرت زهرا یه تحفه، یه هدیه منحصر به فرد بودند که تو برای عزیزترین مخلوقت بعد از پیغمبر این تحفه و هدیه رو فرستادی، حضرت زهرا رو به عنوان تحفه ای فرستادی و اختصاص دادی به امیرالمؤمنین علیه السلام این تحفه و این هدیه رو. این کلمه تحفه برای حضرت زهرا آمده سلام الله علیها، این کلمه برای حضرت بقیت الله هم به کار برده شده. داره که پیامبر روزی از منزل بیرون آمدن،
در حالتی که خیلی شادمان و خوشحال بودن رسول الله، افراد حس کردن پیامبر همیشه خنده رو بودن، ولی حس کردن یه چیز تازه‌ایه. عرض کردن یا رسول الله خبری است؟ حضرت فرمودن خداوند شب و روزی نیست که بگذرد مگر این که حتما یه تحفه‌ای، یه چیز منحصر به فردی بر من میفرستد. الان جبرئیل از جانب خدا نازل شد و این تحفه امروز من بوده. جبرئیل نازل شد، سلام خداوند تبارک و تعالی را رسانده و پیامبر فرمودن تحفه ای از جانب خدا برای من آورد که به هیچ کدام از گذشتگان این تحفه داده نشده است. این تحفه هم این بوده که خداوند برای من پیام داده، ای محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مهدی از شماست و هرگاه خداوند اذن ظهور به او دهد و او را آشکار کند، عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند. هم خود این خبر یه تحفه است، هم وجود نازنین و مقدس حضرت بقیت الله علیه السلام یه تحفه هستند، چنانچه در یکی از عبارات زیارات ظاهرن خود حضرت بقیت الله علیه السلام یا یکی دیگه از زیارات هم هست که مختص اونجا نسبت دادن به حضرت امام عسکری علیه السلام به عنوان یه تحفه و هدیه خاص الهی. به هر حال عنوان بحث ما پس این عبارت شد: هر روز با یکی از تحفه های آسمانی خداوند در امروز چه تحفه‌ای برای ما فرستاده است. شروع قرآن با سوره فاتحة الکتاب، چیزی که با شروع میشه قرآن، به عبارت دیگر سوره الحمد است. این سوره در اهمیتش همین بس که پیامبر بزرگوار فرمودن بهترین سوره قرآن، ثواب خواندن یک بار سوره حمد مساوی است با دو ثلث قرآن. قل هو الله به اندازه یک ثلث قرآن وقتی آدم بخونه ثواب دارد، حمد به اندازه دو ثلث قرآن خوندنش ثواب دارد. لذا یه حمد و یه قل هو الله ثواب یک ختم قرآن را دارد. در اهمیت این سوره مبارکه و اینکه ما باید توجه داشته باشیم همین بس. آقا خواندن قرآن، سوال، خواندن قرآن واجب است یا مستحب؟ جواب خواهید داد مستحب. خواندن قرآن مستحب. 114 سوره داریم، 113 سوره مستحب خوندنش. اولین سوره یعنی سوره حمد نه تنها بر هر مسلمانی واجب از خوندنش، بلکه در هر روز 10 مرتبه واجبه بخونه. سوره دیگری رو شما واجب نیست به طور خاص بخوانید. بله، به طور انتخابی به جای مثلا در نماز شما یا باید قل هو الله بخونید یا سوره های دیگر رو بخونید، اما به طور خاص فقط سوره حمده. من میخوام اهمیتش رو متوجه شیم. فقط خدا این سوره را بر ما واجب کرده. هر مسلمانی نه یک بار، تو شبانه روز 10 بار این سوره را باید بخواند. و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ما نماز نداریم، نمازی قبول نیست با تفاسیر مختلفی که دارد، مگر آن که حتما سوره فاتحة الكتاب باید اولش خونده شه. حالا ممکنه تو پرانتز یک کسی بگه خب نماز میت توی سوره فاتحة الکتاب نیست. مراجعه به کتب فقهی تا بشه نماز میت به عنوان نماز مجازن گفته می شود، نه حقیقتن.
لذا وضو هم احتیاج ندارد. حالا اینکه نمازی که به عنوان نمازایی باشه که حالا یه بحث فقهی و اصولی دارد، به عنوان یک حقیقت این کلمه براش به کار برده شده باشد، همون نمازاییه که حتما وضو یا غسل واجب میخواهد و حتما باید اولش فاتحه الکتاب خوانده شود. اگه ما بخوایم وارد تفسیر سوره حمد بشیم، اولا در توان من نیست الا آنچه که ذکر شده در روایات اهل بیت، بعضیش تازه بیان بشه، چون مولا امیرالمؤمنین علیه السلام ابن عباس میگه شنیده اید بارها یک شب تا به صبح فقط درباره با بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد صحبت فرمودن و بازم تمام نشد. و خلاصه شده قرآن در سوره حمد، سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و اون بسم الله در با بسم الله و همش در تحت نقطه با بسم الله و مولا فرمودن من اون نقطه هستم، همش اونجا خلاصه شده. لذا قرآن بی امیر المؤمنین اصلا نمیشه توش وارد شد. قرآن چگونه شروع میشه؟ با حمد. حمد چگونه شروع میشه؟ با بسم الله. شما نقطه بسم الله را بردارید بخونید، اگه تونستی شروع کنید بخونید با یه بسم الله، نقطه شو بردارید بخن بخونید، به دیگه خونده نمیشه. حرف بعدیش سینه، حالا الفش که حذف شده، حرف بعدیش سینه ساکنه، ابتدا به ساکنم دوباره نمیشه خوند، پس هیچی. پس قرآن بدون امیرالمومنین هیچ. لذا پیامبر فرمودن از علی جدا نمیشود و از فرزندان اولاد علی جدا نمیشود. و اونایی که اومدن جدا کردند و گفتن قرآن برا ما بس، چون میخواستن هم اهل بیت هم قرآن نباشد، هر دو، چون اومد میخواستن بگن قرآن نباشد حرف سنگین میشد برای عده، اومدن گفتن قرآن بس اهل بیت نباشد، چون خودشون میدونستن قرآن بی اهل بیت هم دیگه قرآن نیست و استفاده نمیشود. به هر حال تفسیر این سوره شریفه بسیار مشکل، بسیار پرمطلب. من فقط اشاره ای می کنم به یک حدیثی از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، از آباء بزرگوارشون، از امیرالمؤمنین، مولا از قول پیغمبر، پیغمبر از قول خداوند بیان فرمودن که خداوند فرموده از سوره حمد رو من قرار دادم بین خودم و بندگانم. خدا فرموده سوره حمد رو قرار دادم بین خودم و بین بندگانم، از بسم الله الرحمن الرحیم برسد تا قبل اهدنا الصراط المستقیم، اینا مواردش مربوطه به خداست. و بعد مواردیست که ما حالا داریم دعا میکنیم و از خدا درخواستی میکنیم. باید عرض کنیم تمام اصول و فروع دین اسلام در ظاهر همین جملات نهفته، باطنش که سر جای خود. و اما وقتی که بنده من بسم الله میگوید، من میگویم با اسم من شروع کردی، پس حق است بر من، سزاواره، من واجب کردم بر خودم که این کارت رو کمکت کنم کاملش کنی، ناقص نمونه و برکت درش قرار بدم در تمام حالات. الحمد لله رب العالمين. وقتی بنده من الحمدلله میگوید، میگم بنده من حمد کردی مرا و دانستی نعمتات از من هست
و اینکه بلاها را از کسی از تو دفع نمی کند الا من. من شهادت میدم به اینکه نعمت دنیا و آخرت رو به تو خواهم داد، رفع بلاء آخرت رو از تو خواهم کرد و رفع بلاهای دنیا رو. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم وقتی میگوید بنده من، به او میگویم شهادت دادی که من رحمان و رحیم هستم، من هم رحمت خودم رو بر تو فزون خواهم کرد به بالاترین مقداری که می شود. مالک یوم الدین. و وقتی می گوید مالک یوم الدین، می گویم شهادت دادی که من پادشاه روز قیامتم، من هم روز قیامت حساب تو را آسان خواهم کرد، حسناتت را قبول خواهم کرد و از سیئاتت گذر خواهم کرد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی میگوید یاک نعبد، یا رسول الله، من میگویم راست گفتی و من ثواب عبادتی به تو میدهم که بندگان من در روز قیامت اونایی که عبادت نکردن همه به حال تو قبطه بخورن. اهدنا الصراط المستقیم. و وقتی میگوید ایاک نستعین، میگویم از من کمک خواستی، به من پناه آوردی، من شهادت میدهم و شاهد میگیرم شماها را که کمک میکنم این بنده خودم را، به فریادش میرسم چون ایاک نستعین گفته و از من فقط کمک خواسته. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. و وقتی اهدنا الصراط المستقیم میگوید تا آخر سوره که دیگه بقیهش میشود همش دعا، من میگویم این بنده من است، خطاب ظاهرا به ملائکه، و بنده من از من چیزی نمیخواهد مگر به او عنایت میکنم. و این که از چیزی که ما میگیم غیر المغضوب علیهم، خدای ما را جز مغضوب علیهم و ضالین قرار نده، خداوند میفرماید من اونو حفظش میکنم که جزء این افراد قرار نگیرد. الله پس بنابراین در اهمیت این سوره همین بس شد که من و شما باید روزی 10 مرتبه تلاوت کنیم و این تکرار هیچ وقت یکسان نباید باشه برای ما. یعنی کافی است 1 روز که ما نماز میخونیم فقط تو فکر بسم اللهش باشیم در حد خودمون. عرض کردم مولای شب تا به صبح فقط درباره با اون حرف زدن. و این جملاتی که عرض شد به ذهن مبارکتون بسپارید، هنگام نماز یادآور شود برای شما که خدا در جواب هر جمله ای از این جملات به شما چه خواهد گفت. الله اما در جزء اول قرآن، سوره دومی که ما باهاش برخورد میکنیم سورة البقره، بزرگترین سوره قرآن با موضوعات مختلف و متفاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
از نکات مهم این سوره این که خداوند اولا می‌فرماید این قرآن کتابی است که شکی درش نیست، کسی شک نکنه، با دلایلی که هست، این که خداوند تبارک و تعالی ندا داده در جاهای مختلف قرآن که کیست بتواند مثل این قرآن، مثل سوره ای از سور این قرآن را بیاورد و تا به حال کسی نتوانسته. می فرماید این قرآن کتاب هدایته اما برای همه نه، للمتقین. متقین کیانن؟ اون کسانی که اولین صفتشون الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب باید داشته باشد متقی واقعی. یکی از تفاسیری که شده است به طور خاص ایمان به وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه. که مظهر اسم یا غیب خداوند تبارک و تعالی هستند. کسی میتونه از قرآن هدایت یا دریافت کنه و هدایت کند قرآن او را که ایمان به امام زمان داشته باشد، همچنین نماز، روزه، کارهای عبادیش رو چه از نظر مالی چه از نظر غیر مالی به طور کامل انجام دهد، یقیمون از صلات و مما رزقناهم ينفقون، همچنین ایمان واقعی به خود این قرآن داشته باشد و ایمان به کتابهای دیگری که بر پیامبران دیگر نازل شده و ایمان به آخرت. با این چند تا شرط، شش تا شرط ظاهرن، این انسان متقی واقعی است و میتواند از قرآن به واسطه قرآن هدایت شود، وگرنه هدایت نخواهد شد. در آیه 27 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. خدا در آیه 27 می‌فرماید قطع رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت موجب میشه این آدم بشه فاسد و مفسد و نتیجه آن این که زیانی خواهد کرد جبران ناپذیر. الذین ینقضون عهد الله، کسانی که پیمانشون رو با خدا بشکنن که همون پیمانه ولایت اهل بیت علیهم السلام، من بعد میثاقهی، حالا آیات دربارش زیاد و روایات زیاد، و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، اینایی که قطع رابطه کردن با اونایی که خدا گفت رابطه باشون داشته باشید که اهل بیت باشن، و یفسدون فی الارض، این آدمایی که قطع رابطه میکنن فساد رو زمین میکنن، اولئک هم الخاسرون، زیانکاران واقعی چنین افرادی هن. این یکی از مهمترین نکات در این جزء از قرآن که ما میخوانیم، قطع رابطه با اهل بیت موجب میشه آدم فاسد بشه، یعنی خودش فساد کنه، بعدم مفسد بشه، دیگران و اجتماع رو فاسد کنه، نتیجش هم زیانکاری دنیا و آخرت. نکته سوم در آیات 31 تا 33 خداوند جریانات حضرت آدم رو بیان میکنه. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
أخبرني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آیا خدا تا آدم رو آفرید فرمود به ملائکه بسجده کنید؟ بله؟ نه. تا به حال شنیده اید؟ اول خدا یه سری علومی را یاد حضرت آدم داد، به حضرت آدم فرمود تو بگو، دیدن گفت و اونا بلد نیستند. همین موجب شد این معرفت و این علم موجب شد که ملائکه بر آدم سجده کنند. ملائکه سجده کردن مقرب تر شدن، شیطان سجده نکرد رانده و رجیم شد و جزو کافرین. این اسماء که آدم تا نداش خدا نفرمود سجده کنید بهش، تا این اسماء رو یاد گرفت و معرفت پیدا کرد خدا فرمود حالا لایق شد سجده کنید بهش. این اسماء چی بود؟ اسماء اهل بیت. لایق شدن ملائکه براشون سجده کنن. ملائکه تواضع کردن در مقابل این معرفت، بالاتر رفتن، خدا الطاف بیشتری بهشون کرد، باقیشون گذاشت در اون درجاتی که بودن. شیطان زیر بار نرفت و تواضع نکرد در مقابل معرفت اهل بیت، خدا به زمینش زد، از بهشت او را دور کرد. و شیطان به این نتیجه رسید، دقت، که حالا که من از بهشت به این خاطر بیرون رفتم، به خاطر تواضع نکردن در مقابل اهل بیت و زیر بار اونا نرفتن و معرفتشون زیر بارش نرفتم، پس هر کس خواستم جهنمی کنم از همین را جهنمی میکنم. یعنی یه کارش میکنم که از اهل بیت بریده شه. خدا به ما یاد داده تو قرآن. میدونید چطور شد که حضرت آدم از بهشت اومد بیرون؟ سر یه بی توجه، یه کم توجهی به حضرات اهل بیت، خدا از بهشت فرمود برو بیرون. تا سالهای سال گریه میکرد، بعدم که خدا میفرماد تو آیات قرآن در همین سوره شریفه و تو جزء اول که ما توبشو قبول کردیم، دوباره به واسطه چه چیز توبشو قبول کرد؟ برگشت به اهل بیت. وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تواضع مجدد نسبت به اهل بیت علیهم السلام.
چنگ زدن به دامان اونها دوره اونو برش گردون وگر نبر نمیگشت. این از مهمترین مطالبی است که باید توجه کرد. خدا اگر داستان پدر و مادر همه ما آدم و حوا را بر ما نقل می کند، نمی خواسته که من و شما را سرگرم کنه. می خواد بفرماد و بقیه داستان های قرآن که تاریخ در حال تکراره، این همین قضایا برای تو خواهد شد. شیطان تو را از اهل بیت دور می کند تا جهنمید کنه، مواظب باش. و اگر دور شدی ناامید نباش، باید توسط اهل بیت برگردی به طرف من و بی واسطه اونا هم ممکن نیست. شهر رمضان تو آیه 81 سوره بقره میفرماد که بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میفرماد که مواظب باشید، گناه هم اگر میکنید به حدی نشد که احاطت بهی ان خطیعتو، نشه طوری که همه ی جوانه به زندگی تو فرا بگیرد. بشر خطا کاره، اما اگر بنا شد همه ی جوانه به زندگیش خطا و اشتباه و دور از خدا و بیرون از جاده که خدا قرار داده باشد، این آدم جزو جهنمیای خالدین فیها، یعنی برای همیشه تو جهنم، مواظب باش. دیگر آیه 86 سوره بقره است در مورد فروختن آخرت به دنیا که بحث مفصلی دارد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. خدا می فرماد اینا هم در عذابشون هیچ تخفیفی داده نمی شود. مورد دیگری که خداوند می فرماد این افراد در قیامت نخواهند داشت، قطعا جهنمیان کسانیان که دنبال سحر و جادو برن. ساحر و جادوگر آیه 102 سوره بقره که موجب میشن زن و مردها، زن و شوهرها از هم جدا بشن، مشکل برای اونا پیش بیاد تو شغلاشون و برنامه های دیگر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. خدا برای نامی فرماد لا خلاق لهم، هیچ بهره در قیامت اینا نخواهند داشت، با موارد دیگری که عرض میکنم جا شرح دارد.
دیگر از نکات بسیار مهم آیه 114 این سوره مبارکه است که خداوند اشاره می‌فرماید به مسجدی که یاد خدا و اهل بیت درش نباشد. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیه اسمه و سعى فی خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. کسانی که مانع میشن یاد خدا و اهل بیت تو مساجدی بشود، خدا میفرماد و من اظلم ممن، چه کسی ظالم تر از این آدما که ما نمیشن یاد خدا و اهل بیت تو مساجد باشد و اینا سعی در خراب شدن این مساجد میکنن. آبادی مسجد به این نیست که در و دیوارش قشنگ باشه، بهترین موکت کفش باشه، بهترین دستگاه بلنگو درش باشه. خدا اون مسجدی آباد میداند، باید ظواهر باشه، اما آباد حقیقی مسجدی میداند که یاد خودش و اهل بیت درش باشد و اگر نباشد خراب است. و اما آخرین نکته آیات 127، 128، 129 که هر چه میخوام تمام کنم مطلب را، حیفم میاد فقط اشاره میکنم و انشالله در آینده، چون این آیه دو بار تکرار شده در قرآن، در آینده اشاره مفصل تری شاید درباره این مطلب خواهم داشت. و اون این که خداوند درباره حضرت ابراهیم حرف میزنه. یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میفرماد ابراهیم آدمی من نقل به معناس یا برداشتم و دارم عرض میکنم، نه ترجمه کنم که در ماه رمضان بخواد مشکلی برام باشه. خلاصه آن که خدا داستان حضرت ابراهیم رو بیان میکنه که ابراهیم به تنهایی نرفت برای ساختن کعبه، با پسرش رفت، که ای مؤمنین برای نجات فرزندتون از مفاسد از اول بچتون را تو کار خیرایی که میکنید شریک کنید، یادش بدید، دنبال خودتون ببرید، یه سری کارا رو به دست بچه‌تون انجام بدید تا این بچه تو خط بماند، بعدم برنامه ریزی برای آینده او بکنید. اون مقداری که از دستتون برمیاد، یه مقداریشم با دعاست، باید دعا کنید که خداوند او را حفظ کند و نسل شما را، نه تنها مسئولید نسبت به بچه هاتون، به نسلتون مسئولید. عرض کردم به مناسبتی در بحث سال گذشته یا سال قبلش بود که روایتی را عرض داشتیم که روز قیامت یه نفر میاد جلوی پدر 40 پشت قبلش میگیره. من با 37 واسطه به امام صادق میرسم، 1300 سال پیش از این، 40 پشت میشه چگونه؟ میشه 1400 سال پیش از این. روایت میفرماد جلوی پدره 40 پشت قبلش میگیره که تو اون کار کردی که موجب شد منم این خطا رو بکنم. درستش هم همینه. بچه روز قیامت میگه پدر بزرگ 40 پشت قبل خدا به تو خیر بده به خاطر اینکه تو فلان کار رو کردی که من تو خط بمونم. حضرت ابراهیم میفرمان کارت این طور برنامه ریزی کن که نسلت از خیرات تو بهره ببرن و سفارشاتی به اونها بکن. سفارش حضرت ابراهیم این بود ولا تموتن الا و انتم مسلمون. بچه های من
فکر نکنید اگر 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال مسلمان بودید او وقت پشت نرم خن بگذارید زیر سرتون. مهم آن است که چگونه بمیری. خدا نمره را دمی رفتن از دنیا به ما میده. ممکنه یه بچه ای تو مدرسه درسش خیلی خوب باشه، 6 ماه اول شاگرد اولی کلاس بشه، ولی به مجردی تو فروردین میاد تو مدرسه یه خطایی ازش سر بزنه، از مدرسه او رو بندازن بیرون. دیگه کسی نمیگه این شاگرد اول مدرسه بوده. کار ما همینه. دم مردن و قبل از رفتن از دنیا ممکنه یه خطایی ازمون سر بزنه، دیگه خط بکشن رو مسلمانی ما. حضرت می فرمان بچه های من ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید طور نشه وقت که شما نامسلمون از دنیا برید. کوشش کنید به مسلمان از دنیا رفتن. فقط اشاره می کنم که امیرالمومنین علیه السلام در روایت مفصلی که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل می فرمان در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه که درباره ماه رجب و شعبان و رمضان آوردن، تو قسمت رمضانش این روایت رو آوردن و این آیه تحت این یعنی داخل این روایت هم هست، مولا از این آیه استفاده کردن که زمانی بر مردم فرا می رسد که فساد آنچنان و آنچنان و آنچنان، روایتش دم دستم هست نمیتونم دیگه به خاطر کمی وقت بخوانم، تمام علائم امروزه ما داره داده می شود توسط امیر المؤمنین. چه وقتی دیدید فساد به این نقطه رسید که بیاد رسمی بشه ازدواج های دو همسان از نظر جنس، اشاره فقط می کنم از این مجملون که باید بدانی بدان که حالا تو کشورهای مختلف تو چند ساله اخیر اتفاق افتاد که اینا آمدن تصویب کردن این کار رو به عنوان کار قانونی. امیرالمومنین 1400 سال پیش از این فرمودن وقتی دیدی اجتماع بشری به این نکبت ها که یکیش هم همینه گرفتار شد، حواست جمع یه سری چیزایی باشه. چون حالتی پیش میاد انسان از خونه صبح میاد بیرون شب تو قبره، مولا میفرما نیست این دور، صبح میاد بیرون شب تو قبره، مولا میفرما یه همچی طور میشه. علائم مختلفی رو بیان میکنن امیرالمومنین، میرسن به اینجا که حالا باید چه کرد. میفرمان مواظب باشید، یک وصیت کنید، بی وصیت نباشید. تو همچی زمانی نمازاتون از اول وقت نگذارید بگذره، چون فرصت پیدا نمی کنید، مرگای آنی فرا می رسد. دیگر این که از نکات خیلی برای من جالب بود امیرالمومنین برای این موارد آوردن، می فرمان شب بی وضو و بی طهارت نخواب. وقتی به این نقطه می رسه برنامه ها، بی وضو و بی طهارت نخواب، نمازتون سعی کنید اول وقت بخوانید. از نکاتی که مولا بیان میکنن ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید مسلمون از دنیا برید. پیداست کار سخت میشه و خیلی ها نامسلمون از دنیا میرن. وقتی ما تاریخ رو ببینیم، ببینیم پیغمبر هنوز آب بد غسلشون خشک نشده، مسلمون ها زدن تو جاده خاکی یا شدن نامسلمان. میخوام بگم از خودمون اطمینان نداشته باشیم. شدن نامسلمان هایی که کارشون برسه به کجا؟ فقط بیان حق امیرالمومنین رو غصب کنن؟ با این که این بزرگترین ظلم عالمه، ولی یه سری چیزایی هست که اصلا دیگه با هیچی سازگار نیست. تو میخوایی حب ریاست داری؟ بیا حکومت رو بگیر. حب ریاست داری؟ مالی میخوایی؟ بیا فدک رو بگیر. اما دیگه حب ریاست تو را برساند به آن جایی که دختر پیغمبر رو بیای قرار بدی بین در و دیوار.
اونا که این کار رو کردن که کافر، اونا که تماشا کردن. قرآن فرمونده بود مواظب باشید، حضرت ابراهیم فرمونده ان مواظب باشید مسلمون از دنیا برید. یکی از نشانه های مسلمانان است که اگر یک مسلمان صدا زد یا للمسلمین، آی مسلمونا به فریادم برسید داره به من ظلم میشه، نشانه مسلمان بودن من و شما آن است. بریم ببینیم چه ظلمی داره به این میشه، اگه میتونیم نجاتش بدیم. مسلمونا وایستده بودن شنیدن صدای ناله های دختر پیغمبر رو بین در دیوار. پیامبر گفته بودن اگر یه مسلمان، حالا گناهکار یا غیر گناهکار، یه مسلمان عادی دیگه تا چه برسد به این که دختر پیغمبر بین در دیوار صدا بزند کمکم کنید، آ کسی نباشد کمک کنه دختر پیغمبر رو. یه وقت صدا زدن یا فزت و خزینی، دیگه حالا فزت و به فریاد من برس، دیگه حالا کسی نمیتونه برای یک زن حامله که بین در و دیوار قرار گرفته کاری کند مگر اینکه یه زن بیاد اطرافشو بگیرد. بی بی صدا می زدن فزه به خدا بچه مو کشدن. حسین حسین